توی این صحنه ها توی جلو خیلی بوده حسابات چوبان و اینا همش سر ما رو در چیز میگرفتن مورد حساب خواستن بودن که من سرمون دیدم و چوبا به قسمت های کت و بدن من میخورد که الان اگه نشون بدم همش سیاه. برده علی سپاه که بیش از 60 سال سن داره با موهای سپید چنان توی سریع زدن که هنوز که هنوز توی بیمارستان بستری. توی این نقطه بود که اونا مزرای عراقی شروع کردن به سنگ انداختن، دیدن که دیگه حتی با چوب هم میترسیدن بیان جلو، ما فقط شروع میدن و سنگای خیلی گنده و سنگای در این اول به طرز وحشیانه به سمت بچه ها میزدن. 3-4 تا از بچه ها پیش خودم به دلیل اصابت این سنگا افتادن رو زمین و در جا بیهوش شدن، بردنشون امداد. واقعا من تنها تصویری که از اینا میتونم بدم اینه که یک طرفی پاسدار میتونه با یه مجاهد خلق اینجوری بیاد برخورد کنه. بعد این یهو با تیکاپ میکرد با خود ماشینش که بیه رو بچه ها کنار همون زنجیری که ما بسته بودیم کنار من یکی از بچه ها به اسم البرز غفاری بود که یهو با از این چوبای چهار تراش داشتن که بچه ها رو از بالا که میزدن یهو یه دونه دادن تو سر البرز. البرز که زده این در لحظه بیهوش شد، در لحظه بیهوش شد طوری که افتاد زیر ماشین. روی زیر افتاد، من دیدم راننده داره میاد روی البرز. با کمک بچه ها شروع کردن چهار دسته پایین گرفتن و از زیر ماشین رو کشیدن، اما راننده کوتاه نمیاد، دوباره ما زنجیر بستیم. نوری مالکی میگه که من اینا رو به کشوری که مورد شکنجه و آزار قرار بدن استرداد نمی کنم، ولی همون کار پاسداری که میخوان تو تهران با ما این کار رو بکنن ورداش اورد اینجا توی اشرف که همون کار رو بکنن. من در اون لحظه یک لحظه واقعا به خودم گفتم که این چی از اینی، واقعا من دارم این صف مجاهده رو این گونه خلاصه گسست ناپذیر، واقعا این واقعیته که من دارم میبینم. و بعد یه لحظه یادم اومد که همیشه خواهرمنم از نسل مسعود میگفت. آره، دیدم این نسل مسعوده که این گونه مقاوم و استوار داره از شرف خلق ایران دفاع میکنه، از شرف اشرف، از اینکه مزدوران بتونه پاشون به اشرف برسه داره دفاع میکنه. امروز اگه کسی میدید ثمره در واقع 30 سال کار بعد از مسعود در زمان خمینی رو در عناصر مجاهدی میده که این گونه استوار و محکم سینه هاشون رو دادن جلو، سر هاشون رو دادن جلو و حاضر نیستن یک لحظه عقب برای دفاع از اشرف کوتاه بیان. فکر میکنن با این اعمالشون میتونن اراده عنصر مجاهد خلق، اراده اشرفی ها رو در هم بکوبن. فکر میکنن که اینا کوتاه میان. ما برای وجب به وجب از خاک اشرف میجنگیم. ما آماده شهادت هستیم، آماده هستیم که هر فشار رو تحمل کنیم، ولی از اشرف کوتاه میایم. نکته بعدی سر هموطنانمون خارج کشور هست. همونایی که الان در دفاع از ما اشرفی ها تحسن کردن، اعتصاب و قضا کردن، واقعا بهشون دست مریضات میگم، واقعا بهشون خسته نباشید میگم و ازشون بسیار بسیار تشکر میکنم که در دفاع از ما برخواستن و در هر شرایطی الان در حال تحسن و اعتصاب و قضا هستن. به صحنه هاشون ما الان در تلویزیون میبینیم. با کمک هم خلق قهرمان ایران رو از چنگال این ولایت فقیه وقیه آزاد. یه پیام دارم برای جوانه داخل ایران، جوانه به پاخواسته ایران. ما وقتی در اولین روزهای قیام شاهد تبر خوردن شما، تیر خوردن شما بودیم، قلبمون تو سینه همون جا نمیشه، خیلی خدا خدا میکردیم که ای کاش ما جای شما میخوردیم، آینده کشورمون رو میدیدیم. وقتی زیر سم این ستوران خامنه‌ای دارن له میشن، خیلی برافروخته میشدیم، کاری نمیتونستیم بکنیم، ولی در همین حد فقط برافروخته میشیم. الان خیلی خوشحالیم، دیم و مقاومت کردیم و خواهیم کرد و این دژ شرف رو تا پیروزی نهایی سر و پا و پابرجا و مستحکم و استوار نگهش خواهیم داشت.